خب دوست عزیز در کنار ما یک بانوی موفق نشسته خانم سمیرا رساس و سخنگوی شهرداری کابل هستند که امروز در مورد کار و فعالیت های شهرداری کابل صحبت می‌کنند و مطمئن هستم که بحث خیلی جالب خواهد داشتیم سلام صبتان بخیر خوش آمدید سلامت صبح شما و همچنان بینده های عزیز و همکارانتان بخیر سلامت باشید در نخست موضوعی که مطمئنا بسیار خبرساز شده و مردم هم روی موضوع صحبت میکنن این است که شهرداری کابل لوه های دانشگاه ها و هم پوانتون هایی که در جاده ها و در سرک هستند را جمع واری کرده و گفته که تنها دلیلش ای است که کلمه دانشگاه کلمه ایرانی است در صحبت بکنین که فقط همین دلیل بوده میتونه و با کدام خاطر متاسفانه بی بنیادترین موردی بوده که از سوی برخی ها در صفحات اجتماعی نشر شده و من متاسف هستم به تعداد کسیر گفته نمیتونم ولی تعدادی از اقلیت از هموطنان عزیز ما که متاسفانه نادانسته و نفهمیده و یا هم ناآگاهانه برخی از موارد را اینا همگانی میسازن از سوی صفحات مجازی که باعث میشه یک سلسله از موارد بحث برانگیز به میان بیاره و این یکی از اونمون موارد بیبنیاد بوده که متاسفانه از سوی برخی ها در صفات مجازی نشر شد در حالی که به در سایت شاروالی کابل نشر شد که دلیل جمعوری لوحه ها از سوی شاروالی کابل چی بوده در 22 ناحیه شهر کابل از سوی شاروالی کابل جمعوری لوحه که آلودگی دیداری به میان آورده بودند متاسفانه بر مردم مزاحمت میشود و همچنان اینا تکس خود را نپرداخته بودند اینا زیبایی شهر را از بین برده بودند اینا در موقعیت هایی که شاروالی کابل برشان تعیین کرده بود که باید از این لوحه ها استفاده بکنند اینا لوحه های خود را استفاده نکرده بودند مطابق به قانون محصولات خدمات شهری و همچنان قانون اشتعارات که اگر شما متوجه شده باشین بر از اینا مشخص شده در او در او مقرره و در قانون که در کجا به چه اندازه اینا های خود استفاده بکنند و سالانه چقدر پول را اینا باید از لوحه های خود نظر به اندازیش پرداخت بکنند که متاسفانه این موارد بی بنیاد نشد شد. ما و شاروالی کابل هیچ نوع دخالتی بر محتوای لوحه ها نداریم <applause> و این جزی از لایه وظایف و همچنان کار شاروالی کابل نمیشه ما فقط مطابق به قانون محصولات خدمات شهری ما وقتی که آلودگی دیداری به میان می وقتی نظم شهری از بین میره وقتی که زیبایی شهر از بین میره باز وارد عمل میشه و وقتی و در ضمن مهمترین مورد ای بوده که تعداد از این لوحه ها از سوی صاحبانشان تکسشان به شاروالی کابل پرداخته نشده بود و هنوز هم جریان داره و جریان هم می داشته باشه در 22 ناحیه شهر کابل این جریان داره و منکنونم هم همکاران ما مصروف از این کار هستند بسیار خوب از پلان هایی که امسار شهرداری کابل به خاطر محیط زیست کابل گرفتن اگر صحبت بکنین که چی پلان است و چقدرش قدرش عملی شده تا حال و چقدرش باقی مانده همواره شاروالی کابل پلان های داشته برازی که ما از آلودگی هوا جلوگیری کرده بودن و همچنان تنها شاروالی کابل در اینجا مسئولیت نداره اداره های زیرب هستن که ما امروز از اونا جلسات متفاوت داشتیم که اداره محیط زیست است وزارت داخله است ریاست ترافیک است وزارت ترانسپورت است این نهادهایی است که با ما زیدخل هستن و ما موازی کار میکنیم به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا و خوشبختانه رهبری شاروالی کابل به خاطر نزدیک شدن فصل سرما وظیفه سپرد به تمامی 22 ناحیه که در شهر کابل اینا فعالیت میکنند تا که تعداد زیادی از بلند منزل را که اینا از فلتر استفاده نمیکنند و قرار است در فصل سرما اینا از مواد سوخت زغال سنگ استفاده بکنند و باعث آلودگی هوا شوند همه قسم از خبازی ها همه قسم از, ها قسم از ها و جای دیگه کی از مواد سوخت استفاده نمی استفاده میکنن و باعث سالیدگی هوا میشن و فلتر نصب نکردن تمام از اینا توسط شاروالی کابل و همکاران ما در 22 ناحیه شناسایی میشه و ما را در همکاری با وزارت داخله و نهادهای مربوط شناسایی میکنیم و برشان مطمئن مقدار جریمه این میشه اگر اینا نصب نکنن و قبل از رسیدن و استفاده از مواد سوخت اینا باید اینا استفاده بکنن همچنان در قسمت استفاده از موترهایی که متاسفانه اینا باعث آلودگی هوا میشن ما با وزارت ترانسپورت با ریاست ترافیک جلساتی را داشتیم که یک رایحل حل مناسب و یک میکانیزم مشخصی بر از اینا مشخص شود تا باشد جلوگیری شود از آلودگی هوا و اینکه مردم که بیشتر آزار میبینن از فضای آلوده و همچنان از محیط اینا به اونمو حق اساسی که دارن حداقل هوای پاک را باید تنفس بکنن رسیدگی بکنن در قسمت محیط زیست یک موارد دیگه هم که رفت میگیره به کابل تنظیف است <تصفح> که خوشبختانه باز همکاران ما در نواهی مختلف شهر کابل اینا مصروف جمعوری زباله هایی است که متاسفانه شهروندان ما در مکانهای مشخصی را که شاروالی کابل برشان مشخص کرده اون زباله های خود را و شما خودتان شاهد هستین چندین رسانه دیگه میره گفتیم وقتی که اینا در موتر می در داخل موتر هر مواد خوراکی را که میخورن بعد از او بقیه از روی سرک مندازن افراد وقتی که در جریان راه در سرک در جاده های عمومی وقت راه میرن اینا مواد را که استفاده میکنن دوباره بر روی جاده ها مندازن که ما نمیتونیم به پشت هر یک از شهروندان شریف افغان... کابل <coughs> یک تن از همکارای خود معذب بسازیم که اونا اگر انداختن اینا دوباره بر بدارن بس. ما به همکاری شدید مردم شریف خود صدف. همچنان نیازمند هستیم و امیدوار هستیم که در قسمت عملی سازی برنامه های ما ما همکاری مردم خود همچنان داشته باشیم صد فیصد بدون شک اگر به شکل تخمینی صحبت بکنیم پیش از 7 میلیون جمعیت در خود کابل از ولایات آمدن و, و زندگی میکنن اگر 7 میلیون جمعیت اگر هر زباله‌ای را که در میگیرن و او را به جاهای مشخصش بندازن خان که <inaudible cover leur message> <inaudible> so, <yes>, 7 میلیون زباله دنیا 8 میلیون کثافات از روی سرک و جاده ها جمع میشه و اگر که بندازیم هم در روی جاده ها و در روی سرک ها که خود نه خود ما میتونیم جمع بکنیم و نه میتونیم همکاری خیلی خوبتر با شهرداری کابل داشته باشیم چه خطر مهمتر بود شما هم میال صحبت کردین و گفتین که حضور مردم بسیار مهم است در که ما بتونیم همکاری خیلی خوبتر داشته باشیم از زمستان صحبت کردین گفتین فصل زمستان هم نزدیک است طبعا که فصل زمستان نزدیک است و حالا هم چی پلان ها برای فصل زمستان دارین حالا که بیشتر مردم شکایت دارن از اینکه مثلا جوها بدون ساخت و ساز است ساخت خراب است یا مثلا بعضی از سراک که چخوری های بسیار عمیق دارن و اگر فصل زمستان بیا برف بزنه و باران شوه معمولا که مردم با مشکلات خیلی زیاد مواجه میشن دقیقاً سه موضوع را شما اشاره کردین موضوع اولتانی است که ما می که فرهنگ شهرنشینی ترویج پیدا کنه و ما باید بفهمیم که وقتی که در شهر زندگی میکنیم یک فرهنگ داره شهر که باید در قسمت زیست مادری را برات بکنیم که و اصول شهروالی کابل است و اصول قانون است و همکاری شهروندان است که ما باید تو را داشته باشیم و کسایی که زندگی میکنن باید در قسمت پاکی در قسمت حفظ محیط زیست در قسمت جلوگیری از آلودگی هوا با ما همکاری داشته باشند در قسمت فصل سرما که نزدیک است و متاسفانه دقیقا شما هم که اشاره کردین در تعداد از جایا سرکها ها, سرک ها مطمئنا به ترمیم دوباره نیاز داره و در قسمتی از جایی که آب دن میشه ولی سرک آباد است مشکلی بوده که البته تنها در عبری تازه شاروالی کابل نبوده متاسفانه از جویچه ها اینا باید از کانکریت و از سمت استفاده نمیشدن <applause> به دلیل اینکه ما باید جوکه ها را اطرافش مطمئن از سمت استفاده بکنیم ولی سطحش نباید میشد به دلیل از اینکه آب را ما جذب کرده می و این آب جذب می شد پایین میرفت رفت بر روی سرکا پیدا نمی کرد در قسمت هایی از کوچه های فرعی که ما باید سنگ فرش را استفاده می کردیم که حداقل خاصیت جزبان آب را می داشت اونا کانکریت شده این کنکریت کانکریت باعث شده تا ای که آب در سطح روان باشه و اینا در پایین نرن به می خاطر است که ما آهسته با کمبود آب هم روبرو می و این مشکلش اینمی مورد بوده و سرکهایی که چون چقوری و یا کندگی و یا جاهای داره که او به ترمیم دوباره نیاز داره این ترمیم قرار بود که دی چند ماه صورت بگیره ولی متاسفانه نسبت بودن قرنطین و همچنان موجودیت ویروس کرونا ما نتانستیم که کار خود را تصریب ببخشیم و این پلان های رکشاروالی کابل داره تطبیق کنیم اما انشالله تا قبل از رسیدن فصل سرما و رسیدن به فصل بارش و برف رهبری محترم شاروالی کابل تصمیم دارد تا تعداد از این سرک هایی که به ترمیم دوباره نیاز داشته باشند اینا را ما ترمیم بکنیم تا اینکه حداقل اونم خدمات شهری را ما بر شهروندان عزیز مهیا بسازیم و سهولت هایی را که مردم بالای ما حق داره را برشان به میان بیاریم ولی هم ما به یک فرهنگ شهرنشینی نیاز داریم با کمک و همکاری مردم خود نیاز داریم که امیدوار هستیم وقتی که شاروالی کابل خدمات را بر از اینا ارائه میکنه اینا استفاده درست را از این خدمات داشته باشند بسیار خوب بعضی از ما شکایت به داشتن که در بعض از ساعات صحات، مثلا ساعاتی که مربوط سرای شمالی میشه مربوط کوتی سنگی میشه مربوط شار میشه در این ساعات گفتن که اصلا کاسه دنیا وجود نداره اگر هستم خیلی کم است و مردم نمیتونن مثلا از یک راه بسیار دور بگیرن و بیارن و مسیر طی بکنن و هایی که قرار است که شهردار کابل و هم شاروالی کابل گذاشتن رسیده که خیلی خوبتر بکنن در این مورد اگر صحبت بکنین که آیا حقیقت داره گفتمان مردم یا خیر اگر چه همکاران ما در نواهی مختلف البته ریاست نواهی و همکاری رهبری محترم شاروالی کابل تلاش کردن تا به اساس ضرورت ما و خدمات را عرضه بکنیم و همچنان زبالدانی ها را در سطح شهر ب... بسازیم یا بگذاریم برشان تا ای که مردم استفاده بکنن در قسمت شار که ما خودم البته جای رفت و آمدم است که از رو ما دفتر میرم و دفتر ما هم نزدیک تر است مطمئنا که وجود داره از ها و مردم اگر بخواین مطمئنا در دسترسشان هست در قسمت سرای شمالی هم زبالدانی ها وجود داره ولی بازم ما با همکاران ما در ناحیه 15 هم فکر کنم مربوط به ناحیه 15 هم میشه با اونا حتما در تماس میباشیم که اگر قرار باشه تعداد بالادانی ها کمتر باشه و مردم با مشکلات روبرو باشه حتما ای مشکل حل میشه انشالله در برنامه بعدی شما شاهد خواهد بودین اما سرای شمالی در قسمی که شما هم شاهد هستین یک موقعیت پر ازدهام است <applause> به دلیل اینکه که اونمو شهرهای کابل پروان از اینمی قسمت اتصال پیدا میکنه که سر میریم و مردم مطمئنا رفت و آمدش در اوجه بیشتر است کراچی ها یا دستفروشها اوجه مردم زیادتر هستند پارکینگ موتر هستند و به عنوان یک ایستگاه هم اونجا استفاده میشن به این خاطر اونمو ازدهام و مردم اونجا بسیار زیاد هستن در پهلوی ازی که ما برشان همکاری میکنیم امیدوار هستیم همکاری هم شهروندان و مردم شریف کابل داشته باشیم و هم مردم شریفی که از ولایت اینا به کابل رفت آمد می داشته باشن از اونا را همچنان داشته باشن شهرداری کابل چقدر جاهای مناسب اومده از با بخاطر دست با خاطر کراچی اینایی که هم شما گفتین که در سایه سرای بسیار زیاد هستند و واقعا دست از ازدهام هم دارد و همچنان کار خیلی مشکل ساخته برای کسانی که موتردار هستند سواری مثلا بالا میکنه اینا جاهای مشخص برشون در نظر گرفته این بخصوص سرای شمالی شار و کودی که خیلی بیرو خوشبختانه دو مورد را اینجا و دو پلان را شاروالی کابل داره که یکی در قسمت سبت و راجستر دست فروشان است که رهبری محترم شاروالی کابل در 22 ناحیه همکاران, مص... همکاران ما مصروف ثبت راجستر دست فروشان هستند که ما میخوایم جلوگیری میکنیم از اینمی میره که دست فروشان به میان آورده که در اینجا پلان های مشخص را شاروالی کابل داره که تمامی از این دست فروش در شاروالی کابل اینا ثبت راجستر میشن بعد از او بر از اینا جای مشخص میشه بر از اینا مکان مشخص میشه که فقط دونمو قسمت اینا میتونن که دست فروشی خود را انجام بتن و یایی که به شغل خود ادامه بتن در حالی که در جهان این دست فروشی یک شغل نیمه است و یا یک شغل موقتی است ولی متأسفانه نسبت به فقر که دامنگیر مردم افغانستان در کل و متاسفانه مردم کابل شده این باعث شده که به یک شغل دائمی تبدیل شده ولی بازم ما خواستیم یک سهولت را بر از اینا به میان بیاریم که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ مسئولیت بر از اینا قابل استفاده باشد تمامی از اینا در 22 ناحیه شهر کابل کمی فعلا هم جریان داره و در تعداد از نواحی پروسه پایان پیدا کرده ولی در تعداد از نواحی اینا جریان داره که اینا را ما سبت راجستر میکنیم و بعد از او پلان رکشاروالی کابل داره بالا از اینا تطبیق میشه در قسمت پارکینگ موترا متاسفانه که اگر که ما با ریاست ترافیک کابل و همچنان وزارت داخله جلسات را داشتیم و بیشتر رب میگری بر ریاست ترافیک کابل که در پارکینگ شما میبینین که بچش میفهمن که این قسمت سرک رب میگره بر ازی که اینا باید موتر خود پارک بکنن و نمود سواری و افراد که اینا انتقال میتند و نمود جبال شد ولی متاسفانه یک قسمت زیادی از سرک را اینا بند انداختن مثلا به جای یک موتر پارکینگ ما سه قطار پارکینگ داریم که با موتر اصلی که قرار است رفت آمد بکنه بر از اونها جای نمی مانه با این ما یک پلان مشخص را در تفاهم با وزارت ترانسپورت ریاست ترافیک کابل قماندانی امنی کابل وزارت وزارت محترم داخلی کابل و همچنان ولایت کابل پلان های مشترک را داریم که ما به خاطر تنظیم شهر این امین نهادهایی هستیم که مشترکاً کار میکنیم و ان که شاید یک تغییر در کابل خواهد بودیم بسیار خوب سلامت باشین تشکر از یک سلامت, باشه باشین زنده باشین بله ما هم گفتنیم برای هموطنان عزیز این است که چقدر خوب از قانونایی که در یک شهر وجود داره و ما در زندگی میکنیم را در نظر بگیریم زباله هایی که قرار است با دنیا دنیایی که در شهر وجود داره بندازیم را رعایت بکنیم تا ای که شهر مملو از پاکی و صفایی و خوشبختی داشته باشیم وقفه کوتاه داریم دوباره برمیگردیم در ادامه برنامه ما را کنیم